یک مدرسه اسلامی شبانه روزی در حومه شهر یوگیاکارتا در کشور اندونزی به کودکان ناشنوا تلاوت قرآن کریم را به زبان اشاره عربی می آموزد. این مدرسه میزبان 115 جوان پسر و دختر ناشنوا از سراسر مجمع الجزایر اندونزی است که در رویای حافظ قرآن شدن هستند. جین باکلی فارلی از کشیشان شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتای آمریکا میگوید اخیراً در حال قدم زدن در محله سدر ریورساید در نزدیکی کلیسا بودم که صدای غیرمنتظری شنیده شد. وی افزود این صدایی که شنیدم به نوعی آسمانی بود. پس از چند لحظه متوجه شدم که اذان مسلمانان است. انفجار اسلحه فروشی در شهر لودر در شمال استان ساحلی ابین در جنوب یمن 6 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار عصر روز گذشته سه‌شنبه 14 تیر ماه 1401 رخ داد. حج امسال اولین مراسم حج بعد از دوران انتشار کرونا در جهان به شمار می رود. طبق آمار رسمی اعلام شده توسط سازمان حج عربستان تا به این لحظه بیش از 1 میلیون نفر برای شرکت در این حج در مکه مکرمه حضور یافتند که از این تعداد حدود 850 هزار از خارج عربستان و مابقی از داخل عربستان هستند. باشگاه بلکبرن روورز انگلیس روز سه‌شنبه 14 تیر ماه اعلام کرد که ورزشگاه اختصاصی خود را روز شنبه آینده ساعت 9 صبح برای اقامه نماز عید سعید قربان اختصاص داده و به روی نمازگزاران باز خواهد شد. انتظار می‌رود 3000 نفر در روز عید قربان میهمان این ورزشگاه باشند. مارتین یگ سفیر آلمان در عراق و هیئت همراه با سفر به شهر سامرا از حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام بازدید کردند. سفیر آلمان در این بازدید مورد استقبال تولیت امامین عسکریین علیهما السلام و برخی چهره های سرشناس محلی قرار گرفت.